امروز قراره در مورد اصول اولیه صحبت کنیم و میخوام به شما آموزش بدم که چطور میشه به روش صحیح از مولتی‌مد استفاده کرد. سلام، علیرضا هستم از کانال یوتیوبی آناناس. من به صورت چند روز یک بار یا هفتگی ویدیوهایی در مورد موتورسیکلت میسازم و منتشر میکنم. اگه از این دست ویدیوها خوشتون میاد و برای اولین بار هست که به کانال مراجعه میکنید، کانال رو سابسکرایب کنید تا به محض اینکه ویدیوی جدید ساختم بتونید داخل کانال بیایید و اون ویدیو رو ببینید. امروز نوبت به مولتی‌متر هست و مواردی که با هم دیگه میبینیم و در مورد ولتاژ مستقیم، ولتاژ متناوب، تست اتصال، میزان مقاومت یا اوم و چگونگی اندازه‌گیری آمپر یا شدت جریان صحبت خواهم کرد. خب اول با ولتاژ دی سی شروع می‌کنیم. اکثر قطعات داخل موتورسیکلت و قطعات الکتریکی خودرو با برق دی سی کار می‌کنن، یا اینجوری بگیم هر قطعه‌ای که به باتری متصل هست و نیرو و انرژی خودش رو از باتری می‌گیره دارای ولتاژ دی سی هست. برای مثال باتری موتورسیکلت یا باتری خودرو با ولتاژ دی سی کار می‌کنن و حتی موبایل که توی جیب همه ما پیدا میشه و تمامی دوربین های عکاسی و دوربین های فیلمبرداری، تمامی این موارد برق دی سی دارن و از ولتاژ دی سی استفاده میکنن. و اگر براتون سوال پیش اومده که دی سی به چه معنا هست، دی سی اول کلمات دایرکت کرنت هست به معنای جریان مستقیم، و زمانی که میخواید ولتاژ مستقیم رو اندازه گیری کنید سلکتور دستگاه باید روی قسمت وی باشه که همون کلمه ولتج هست یا ولتاژ، و ولتاژ مستقیم با این خط و سه تا نقطه مشخص میشه. مرحله بعد درست بستن سیم ها یا پراب های مولتی متر هست. سیم مشکی رنگ این قسمت قرار میگیره کام و جاش همیشه ثابت هست، تغییر نمیکنه، و سیم قرمز رنگ مولتی‌متر یا پراب قرمز رنگ بنابر این که شما چه چیزی رو میخواید با مولتی‌متر اندازه‌گیری کنید جاش تغییر میکنه. اینجا برای اندازه‌گیری ولتاژ سیم قرمز این قسمت قرار میگیره که وی هست و میخواییم ولتاژ رو اندازه‌گیری کنیم. زمانی که میخواید ولتاژ وسیله‌ای رو اندازه‌گیری کنید، میزان ولتاژ مولتی‌متر رو یک درجه بالاتر از میزان ولتاژ اون وسیله تنظیم کنید. برای مثال اگر بخوام میزان ولتاژ این باتری کتابی رو که 9 ولت هست اندازه گیری کنم، ولتاژ مولتی‌متر رو روی قسمت 20 ولت تنظیم می کنم که بیشتر از میزان ظرفیت ولتاژ این باتری هست. سیم منفی مولتی‌متر رو یا پراب منفی مولتی‌متر رو به قطب منفی باتری وصل می کنم و پراب قرمز رنگ یا سیم قرمز رنگ مولتی متر یا مثبت مولتی متر رو به مثبت باتری وصل میکنم. ولتاژی که داره نشون میده 7.42 ولت هست و نشون میده که باتری اینجا فول شارژ نیست، شارژ کامل نیست. و وقتی در مورد قطعه ای که داریم ولتاژش رو اندازه گیری میکنیم مطمئن نیستیم که چه میزان ولتاژ داره، ولتاژ رو توی بالاترین حد دستگاه انتخاب میکنیم و بعد سلکتور دستگاه رو کم 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 میکنیم، پایین تر میاییم تا مولتی‌متر اون عدد دقیق رو به ما نشون بده. و اگر سیم های مولتی‌متر یا پراب های مولتی‌متر رو جابجا به قطب های باتری بسته باشیم، یعنی سیم قرمز رنگ رو به منفی باتری و سیم مشکی رنگ رو به مثبت باتری وصل کرده باشیم، این علامت منفی کنار اون عددی که مولتی‌متر داره نشون میده ظاهر میشه. این جا به جایی باعث صدمه دیدن مولتی‌متر نمیشه و یک روش خوبی هست برای تشخیص قطب‌های باتری. کمیت بعدی که میخوایم اندازه گیری کنیم ولتاژ متناوب هست. میتونیم بگیم هر وسیله یا دیوایسی که به برق شهر متصل میشه دارای برق AC هست یا ولتاژ AC. و اگه براتون سوال پیش اومده AC به چه معنا هست، AC اول کلمات alternating current هست به معنای جریان متناوب، ولی باید سلکتور دستگاه رو رو قسمت V بذاریم و ولتاژ متناوب که ولتاژ متناوب با این علامت که مثل حالت موج هست مشخص میشه. و وقتی میخوایم ولتاژ AC رو اندازه گیری کنیم، سیم یا پراب مشکی رنگ مولتی‌متر سر جای خودش باز قرار میگیره، سیم قرمز یا پراب قرمز رنگ هم سر جای خودش،
چون میخوایم ولتاژ رو اندازه گیری کنیم و ولتاژ اینجا جاش ثابت هست و همه ما میدونیم که برق شهر 220 ولت هست و چون اینجا 220 ولت ندارم بالاترین رنج رو انتخاب میکنم و سلکتور رو روی 600 ولت میذارم. به عنوان هشدار قبل از این که مولتیمتر رو به برق شهر وصل کنید به پریز شهر، مولتیمتر باید کاملا سالم باشه، از عملکرد درست مولتیمتر مطمئن باشید. همینجور پراب ها یا سیم های مولتیمتر باید کاملا سالم باشن و زمانی که دارید سیم های مولتیمتر رو داخل پریز فرو میبرید نوک سیم های مولتیمتر به همدیگه برخورد نکنن و مراقب باشید که انگشتتون به سیم های مولتیمتر یا نوک پراب ها تماس نداشته باشه. دو طرف سیم های مولتیمتر رو به پریز برق شهر وصل میکنن. میبینید که ولتاژی که الان ایشون داره میده 218 ولت AC هست، برق شهر، برق متناوب. کمیت بعدی که میخوام در موردش صحبت کنم اوهم یا مقاومت هست. اوهم یا مقاومت به این معناست وسیله‌ای که جریان برق از داخلش عبور میکنه چه میزان در مقابل اون جریان برق از خودش مقاومت نشون میده. به عنوان مثال این یه تیکه پلاستیک مقاومت خیلی بالایی در برابر جریان برق داره و جریان برق رو از داخل خودش عبور نمیده، ولی این یه تیکه سیم مقاومتی در مقابل جریان برق نداره یا مقاومتش خیلی کم و ناچیز هست و جریان برق به راحتی از داخلش عبور میکنه. برای اندازه‌گیری مقاومت یا اوم باید سلکتور دستگاه رو روی قسمت او که با این نماد مشخص میشه تنظیم بکنم. برای اندازه‌گیری میزان مقاومت یا اوم سیم ها یا پراب های مولتیمتر جاشون تغییر نمی کنه. سیم مشکی رنگ همون سر جای خودش که کام هست قرار می گیره و سیم قرمز رنگ هم تغییری نمی کنه جاش. و چون می خواهیم اوهم یا مقاومت رو اندازه گیری کنیم، اوهم یا مقاومت با این نماد یا علامت که به صورت یک حلقه هست نشون داده میشه. به عنوان مثال برای اندازه گیری میزان مقاومت سیم پیچ داخل پیکاپ یا چشمی، سیم های پیکاپ رو به سیم های مولتیمتر وصل کردم و مولتیمتر رو روی قسمت 2 کیلو اوم گذاشتم، یعنی 2000 اوم. میزان اومی که یک پیکاپ یا چشمی داره بین 200 تا 300 اوم هست. الان با وصل کردن سیم های مولتیمتر به پیکاپ یا چشمی دستگاه هیچ اوم یا مقاومتی رو نشون نمیده. حتی اگه سلکتور دستگاه رو یعنی میزان اومش رو تغییر بدم باز هیچ تغییری دیده نمیشه. پس نشون میده که سیم‌های داخل این پیکاپ یا چشمی خراب هست و شما با کمیت اوم به راحتی میتونید متوجه بشید که یک قطعه سالم هست یا خرابه. برای مثال بیشتر شما میتونید با کمیت اوم یا مقاومت انواع سنسورها و عملگرهای خودرو و حتی موتورسیکلت رو اندازه‌گیری بکنید. کاراییش خیلی گسترده هست، همونجوری که قبلا گفتم. حتی شما میتونید وایر شمع خودرو یا وایر شمع موتورسیکلت رو باش تست بکنید. نکته ای که باید در نظر داشته باشید زمانی که کمیت مقاومت یا اوم رو دارید اندازه گیری میکنید به هیچ عنوان روی کار این نباید انجام بشه، یا اگه انجام میشه برق به هیچ کدوم از این سنسورها یا اون قطعه ای که دارید اندازه گیری میکنید وصل نباشه، یعنی کاملا برق مدار قطع باشه. این نکته رو حتما در نظر داشته باشید. برای تست اتصال سلکتور مولتیمتر رو روی این قسمت قرار میدیم که با نماد صوت مشخص شده. سیم ها یا پراب های مولتیمتر جاشون تغییر نمی کنه و سر جای خودشون باقی میمونن. در زمان تست اتصال مولتیمتر یه جریان خیلی ضعیف برق به داخل مدار میفرسته و با صوتی که تولید میکنه و صدایی که تولید میکنه متوجه میشیم اون مدار برقرار هست یا برقرار نیست. به عنوان مثال اگر بخوام این یه تیکه سیم رو تستش بکنم که ببینم سر و تهش کاملا به همدیگه وصل هستن، سیم های مولتیمتر رو به دو سر سیم متصل میکنم و صدای سوت یا بیپ دستگاه شنیده میشه. و اگه صدای سوتی شنیده نشه، یعنی سیم قطع شده یا اینکه سیم سوخته،
و مشکلی توی مدار به وجود اومده. من الان یک تست خیلی ساده رو انجام دادم، شما میتونید این تست اتصال رو توی مدارهای گسترده و خیلی بزرگتر انجام بدید و به عنوان مثال حتی میتونید روی استفاده از مادربورد کامپیوتر برای تست مادربورد کامپیوتر و صنعت الکترونیک و برق صنعتی از این تست استفاده بکنید. کاربردهای خیلی گسترده و زیادی داره. به عنوان هشدار، زمانی که دارید از تست اتصال استفاده میکنید، اون قطعه یا مدار باید کاملا از جریان برق جدا باشه و جریان برق به داخل مدار وصل نباشه. کمیت بعدی اندازه‌گیری آمپر یا شدت جریان هست. برای اندازه‌گیری آمپر یا شدت جریان، جای سیم قرمز رنگ مولتی‌متر باید تغییر بکنه و به یکی از این پورت‌ها یا حفره‌های مولتی‌متر وصل بشه. بعضی مولتی‌مترها مثل این دو تا حفره آمپر دارن. اولیش این قسمت فیوزد هست و به این معناست که اگر بیشتر از 200 میلی آمپر از دستگاه عبور بکنه، فیوز داخل دستگاه میسوزه ولی مولتیمت سالم باقی میمونه. پورت یا کانال بعدی یا حفره بعدی تا 20 آمپر میتونیم ازش استفاده بکنیم، یعنی قطعه‌ای که تا 20 آمپر ازش شدت جریان عبور میکنه، این مولتیمت میتونه اینو اندازه‌گیری بکنه. ولی اگر بیشتر از 20 آمپر بشه، مولتیمتر میسوزه و آنفیوز معنای این هست که فیوز از این قسمت محافظت نمیکنه و فقط تا 200 میلی آمپر میتونه از مولتیمتر محافظت بکنه، قسمت فیوزش. برای مثال میزان آمپر یا شدت جریان این لامپ رو میخوام اندازه گیری کنم و سیم قرمز رنگ مولتیمتر رو روی 20 آمپر قرار میدم، این قسمت میبندم و هر وقت از میزان آمپر وسیله‌ای که اندازه‌گیری می‌کنید مطمئن نیستید، بیشترین میزان رو انتخاب کنید که اینجا 20 آمپر هست. و چون این لامپ با برق باتری تغذیه میشه، باید سلکتور دستگاه رو روی قسمت آمپر مستقیم قرار بدم که آمپر مستقیم با این خط و سه تا نقطه مشخص میشه و سلکتور رو روی قسمت 20 آمپر انتخاب کردم، بالاترین رنجی که آمپر یا شدت جریان میتونه از این مولتیمتر عبور بکنه و این مولتیمتر میتونه تحمل بکنه. بعضی از مولتیمترها مثل این مدل یک کانال یا پورت بیشتر برای اندازه‌گیری آمپر ندارن و این مدل تا 10 آمپر دی سی رو بیشتر نمیتونه اندازه‌گیری بکنه، یعنی توانایی اندازه‌گیری آمپر ای سی رو نداره، فقط آمپر دی سی رو میتونه اندازه‌گیری بکنه. و این قسمت آنفیوزد هست همجوری که خودش نوشته و با علامت هشدار یا اخطار مشخص کرده، یعنی نهایتاً تا 10 آمپر دی سی از مولتیمت میتونه عبور بکنه، توانایی اندازه‌گیری بیشتر از این رو نداره و اگر بیشتر از 10 آمپر از این دستگاه عبور بکنه مولتیمت میسوزه. ولی بعضی از مدل ها مثل این همجوری که قبلش گفتم دو تا کانال یا حفره برای اندازه‌گیری آمپر دارن، یکیش تا 200 میلی آمپر و فیوزدار هست و این قسمت 20 آمپر و آنفیوزد هست، یعنی بیشتر از 20 آمپر نباید از این مولتیمتر عبور بکنه. و این مدل از مولتیمتر توانایی اندازه‌گیری هم آمپر مستقیم رو داره و هم آمپر متناوب یا AC. پس زمانی که با مولتیمترها دارید کار میکنید، این موارد رو در نظر داشته باشید و ببینید که مولتیمترتون چه قابلیت و توانایی داره و بنابر اون از مولتیمتر استفاده بکنید. وقتی می‌خوایم آمپر یا شدت جریان وسیله‌ای رو اندازه‌گیری بکنیم که اینجا لامپ هست، مولتیمتر داخل مدار قرار می‌گیره، یعنی با مدار سری میشه. اینجا دو قطب باتری، قطب مثبت باتری وصل شده به سیم قرمز دستگاه یا سیم مثبت دستگاه و سیم مشکی رنگ دستگاه به یکی از پایه‌های لامپ وصل میشه و طرف دیگه لامپ وصل میشه به قطب منفی باتری. حالا برای اندازه‌گیری شدت جریانی که از این لامپ عبور میکنه و لامپ با برق باتری تغذیه میشه و کار میکنه و چون برق باتری دی سی هست، باید آمپر دی سی رو انتخاب بکنیم
و بیشترین رنجی که مولتیمت میتونه به ما بده برای اندازه آمپر رو انتخاب کردم. اینجا 10 آمپر هست. البته گفتم که این مولتیمت، این مدلی که من دارم استفاده میکنم، فقط توانایی اندازه‌گیری آمپر مستقیم رو داره. حالا وقتی که مدار رو تکمیل کردم، برای اینکه لامپ روشن بشه، سیم منفی دستگاه رو وصل میکنم به یکی از پایه‌های لامپ. لامپ روشن میشه و میزان آمپری که میتونه به ما نشون بده اینجا 4.33 آمپر هست. این میزان آمپری است که از این لامپ داره عبور میکنه. این هم از قسمت اول کار کردن با مولتیمت. اگه از این ویدیو خوشتون اومد میتونید اون رو لایکش کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و برای دیدن کلیپ های بیشتر روی یکی از این ویدیوها کلیک کنید. تا یک ویدیو جدید، خدا نگهدار.